سلام به همه دوستان عزیز، خوش اومدین به چنل من. با یه ویدیو دیگه پیشتون اومدم، این دفعه با بازی سایبرپانک و چیزایی که قبل از بازی حتما هر گیمر و پلیری باید بدونه. امیدوارم که خوشتون بیاد و لذت ببرید. داستان. توی داستان میبینیم که قهرمان ما یعنی وی به دنبال تراشه جاودانگی هستش و جزئیات مربوط به مقدمه و پیشگفتار این بازی وی و جکی ویلز رو نشون میده که مجبور میشن تراشه جاودانگی رو از آراسکا بدوزن. البته همه چیز اونطور که باید و شاید پیش نمیره و همه چیز خراب میشه و به وی خیانت میشه و کشته میشه و این تراشه باعث میشه که یک راکر افسانه‌ای به اسم جانی سیلورهند ظاهر بشه و وی اون رو ببینه و اینکه تراشه جاودانگی چطور میشه که باعث زنده موندن وی میشه و اینکه آخر داستان چه اتفاقاتی میفته و به وی خیانت میشه و چرا جانی سیلورهند میخواد نایت سیتی رو با خاک یکسان بکنه. تمام اینا سوالاییه که باید تا انتشار بازی منتظر بمونی و ببینیم که چه اتفاقاتی قرار بیفته. Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. مسیرهای زندگی یا لایف پث. سه مسیر زندگی اول بازی جلوی ما قرار میگیره که هر کدومشون بک‌گراند، نقطه شروع و پیشگفتار خودشون رو دارن که شامل نومد، کوپرو و استریت کیت هستن. توی قسمت نومد میبینیم که وی از زمینهای بدلنز شروع میکنه مسیرش رو و بعد به سمت نایت سیتی میره. توی حالت استریت کیت وی شهروند نایت سیتیه و بعد از اینکه یه عملیات سرقت ماشین اشتباه پیش میره با پلیس نایت سیتی و فوجیکا درگیر میشه. توی حالت آخرم که کوبرو هستش، وی توی یه شرکتی کار میکنه که اسمش شرکت آراسکاست و به عنوان یک عامل ضد اطلاعات کار میکنه و یه درخواستی برای اخراج یکی از کارمندان به دستش میرسه که البته این عملیات هم اشتباه پیش میره و اونجوری که باید اتفاق نمیفته و تمام این مسیرها در انتها منجر به ملاقات با جانی سیلورهند میشه که البته توی هر بخشی تجربه خاص خودشو داره و طعم خاص خودشو داره. خلق شخصیت. یه مجموعه بسیار گسترده برای شخصی سازی در دسترسه که میتونید وی رو با اون قابلیت‌های متفاوت شخصی سازی کنید. حالا جلوتر که بریم از آمارها و نرم افزارهای سایبری و مهارت‌ها و امتیازات بازی هم صحبت می‌کنیم. ولی یه سری آپشن‌های ظاهری و زیبایی وجود داره که خالی از لطف نیست که بهشون اشاره کنیم. شما میتونید چهره‌های مختلف، استایل‌های مختلف برای مو، چشم‌ها، بینی، فک، گوش، دهن انتخاب کنید یا میتونید نحوه آرایش کردن شخصیت خودتون رو تغییر بدین یا حتی زخم ها و پیرسینگ ها، لباس پوشیدن، تتوها، حالت چشم، حالت چهره و همینطور حالت های مختلف پوستی، صداهای مختلف، استایل بدن های مختلف و خیلی چیزهای دیگه که میتونید روی شخصیتتون با سلیقه خودتون اجرا کنید. حتی میتونید اصلا یه شخصیت سامورایی خیلی شیک بسازین یا حتی میتونید یه تغییرات سایبری در هم و بر هم بسازین. تمام اینها سلیقه‌اش به انتخاب خودتونه و خودتون میتونید شخصیت خودتون رو انتخاب کنید. اول شخص بودن بازی. شاید بزرگترین سورپرایز برای طرفدارا این اول شخص بودن بازی باشه. رهبر مجموعه یعنی مارکین موموت گفته که ما به خاطر این کارو کردیم که بازیکنان بیشتر غرق بازی بشن و اون دید روایتگونه بازی خیلی کمک بیشتری به بازیکن ها بکنه. البته شاید دیدگاه سوم شخص بعضی مواقع خودش رو نشون بده، اما این فقط توی بعضی از کاتسین ها یا سوار شدن به وسایل نقلیه باشه. همچنین وی توی اینونتوری و موقعهایی که توی آینه نگاه میکنه قابل دیدن هستش و این یک تغییر بزرگه و هر چقدر که محیط بازی آشکارتر بشه ملموستر و معقولتر میشه. نایت سیتی. دنیای بازی سایبرپانک عمق بسیار بسیار گسترده‌ای داره. نایت سیتی کاملا مستقل از بقیه جاهای دیگه نقشه هستش. خودش 6 بخش اصلی داره که اسامیشون هیوود، پاسیفیا، وستبرو، سیتی سنتر، واتسون و سانتیا دومینگو هستن که خودشون هم باز دوباره به 16 بخش دیگه تقسیم میشن. هر قسمت سبک خودشون رو دارن، داستانهای خودشون رو دارن، گنگهای خودشون رو دارن که هر کدوم هم توی بخش خودشون تسلط دارن. الان من دوتاشون رو براتون میگم. سیتی سنتر یه بخش سرسبزیه که به عنوان یه مکانی شناخته شده برای مگا کوپرای مختلفه.
پاسیفیا حالت یه مکان تفریحی رو داره که بعد از اینکه سرمایه گذاری اونجا از بین رفته دیگه تبدیل شده به یه مکانی برای جرم و جنایت‌های مختلف. از بدلنز هم براتون بگم که اون خارج از نایت سیتی و آلودگی خیلی زیادی داره و نومدها اونجا ساکنن. گنگ ها یکی از بهترین بخش هایی که خودم واقعا عاشقشم. با تمام جرم و جنایت هایی که توی نایت سیتی رخ میده، وی با باند های مختلفی برخورد میکنه. سیکس استریت توی سانتا دومینگا و هیوود هستن و خیلی میهن پرستن. انیمال ها یه گنگ تقویت کننده توی پاسیفیا هستن که از نرم افزارهای سایبری و موادی استفاده میکنن برای بهتر شدن توانایی فیزیکی خودشون. وودو بویز اونا توی پاسیفیا هستن و شامل نترانرها و اجرانرها میشن که کارشون جستجو کردن اولد نت و بلک وال. میل استروم تمرکزشون توی منطقه واتسونه و از انواع نرم افزارهای سایبری استفاده میکنن و خیلی نسبت به نرم افزارشون وسواس دارن. والنتینوس گنگ همه جا پیدا میشن، اما بیشترین نقطه‌ای که اونا تمرکز دارن توی پاسیفیا هستش. اونا دوست دارن به صورت غیرقانونی نرم افزارهای سایبری رو استخراج کنن و بفروشن به بازار سیاه. تایگر کلاس توی وست بروک هستن و توی معامله هاشون شبیه یاکوزاها رفتار میکنن و همچنین یکی از بزرگترین گنگسترهای بازی هستن که بیشتر از هزاران نفر عضو دارن. ماکسس آخرین گنگ های بازی هستن که علاقه زیادی به دفاع شخصی دارن، خصوصا علیه تایگر کلاس ها. هر گنگی انگیزه خودشو داره و استایل خودشو داره و داستان منحصر به فرد خودشو و وی میتونه به عنوان دلال توی هر کدوم از این گنگ ها مأموریت انتخاب کنه. You looking for some company tonight? How'd you hook up with the Mox? I thought Susie and the gang could really change something in this city. You've chosen the outlaw life and trust that your abilities will carry you. Mega corporations. توی بازی سایبرپانک مگا کورپ‌ها در همه جای بازی وجود دارن و اونا همه چیز رو در اختیار دارن و تحت کنترل خودشون قرار دادن. ما بعداً با آراسکا که یکی از قدرتمندترین مگا کورپریشن‌های بازی آشنا میشیم. نایت سیتی تعلق داره به اینا. البته ناگفته نمونه که گروه‌های دیگه‌ای هم هستن، مثل مکس تک ها که به عنوان سایکو اسکواد فیگور در سال 2013 تیزر کوتاهی از اونا دیده شد و ما مکس تک ها رو دیدیم. اونا هدفشون همکاری کردن با قربانیان جنون سایبری هستش و قدرت شلیک اسلحه اونا خیلی بیشتر از پلیس نایت سیتیه. تراوما تیمی بین‌المللی که مدیکال هستن و کارشون جواب دادن سریع به اورژانس‌های پزشکی هستش. قیمت‌های زیادی هم نسبت به این خدماتشون می‌گیرن. شرکت‌های بزرگ دیگه‌ای هم هستن، مثل ملیتک، کانگتاو و باجدار که بازیکنان از اونا تو حین بازی کردن میتونن سلاح‌های مختلفی بگیرن و توجه کنین که هر کدوم از این شرکت‌ها نسبت به کیفیت سلاح‌هایی که دارن قیمت‌های متفاوتی رو برای اسلحه‌هاشون انتخاب کردن. شارد ها کسانی که به داستان و تاریخچه کلی نایت سیتی علاقه من باشن، شاید این واسهشون جذاب باشه که دلشون بخواد دنبال این شارت ها بگردن. اینا یه سری از اقلام افسانه‌ای و باستانی هستن که خیلی چیزها رو بازگو میکنن، از بک‌گراند جانی سیلورهند گرفته تا تاریخچه تمام باندها و مگاکوپ‌ها، حتی شاید چگونگی شکل گرفتن این بازی. شاید براتون جالب باشه که بدونین جمع کردن این شارت ها ممکنه باعث بشه که یه سری رازهای بازی براتون برملا بشه. و کلا بگم که اصلا این شارت ها رو دست کم نگیرین و اگه دوست دارین یه سری چیزهای مخفی رو ازشون با خبر بشین، حتما برین سراغشون. همراهان شما در بازی. توی تریلرهایی که از بازی دیدیم تا الان جکی ویلز رو ما همراه وی میبینیم که یه جاهایی همراهیش میکنه. البته کسای دیگه هم میتونن همراه وی باشن، اون رو همراهی بکنن. توی جلسه پرسش و پاسخ از دیولوپر بازی یعنی آقای فیلیپ وبر گفت که میتونن همراهان متفاوتی توی بازی با وی همراه باشن که توی جستجوها کمک کنن و یا اصلا برن خوشگذرونی و معاشرت‌های ساده‌ای داشته باشن و یا حتی خیلی نقش‌های مهمی رو توی داستان بازی ایفا کنن. و جالب
بدونید که بعضی از این کاراکترها میتونن دوست و یا حتی دشمن شما بشن. این بستگی به انتخاب شما در طول مسیر بازی داره. روابط عاشقانه. اگرچه CD Projekt Red خیلی به وضوح از این روابط عاشقانه حرفی نزده و نگفته که در کل به چه صورتی هستن، ولی آقای پاول ساسکو، دیزاینر مأموریت‌های بازی، به سایت گیم اسپات در آگست 2019 گفته که رویارویی با کاراکترهایی که اهدافشون با وی تو یک جهت قرار میگیره و با هم مطابقت دارن ممکنه باعث ایجاد علاقه در NPC بشه. البته بستگی داره به تصمیماتی که گرفته میشه. شاید سریعاً اینا مورد علاقه شما واقع نشن و برخی از این NPC ها در حد دوست بمونن. و همچنین آقای ساسکو اشاره به این کرده که انتخاب بازیکنان مشخص میکنه که وی قرار چند رابطه داشته باشه و خب بعضی از این تنظیمات غیر قابل تغییر هستن. و همچنین اضافه کردن که اینها فاکتورهای کلیدی برای بیشتر احساس کردن باهوش بودن اونا، طبیعی بودن و واقعی بودن شخصیت هاست و ما دقت خیلی زیادی نسبت به شخصیت ها داشتیم. اینها ستونهای اصلی بازی هستن. شاخه های متفاوت برای دیالوگ ها و کوست ها. هر انتخابی میتونه نتایج خودش رو داشته باشه، ولی حتی ساده ترین گفتگوها هم یک دامنه گسترده‌ای رو برای بازیکن به ارمغان میاره و این میتونه گزینه های زیادی رو برای دیالوگ های خیلی ساده یا دیالوگ های خیلی ویژه داشته باشه که بر اساس اون مسیرهای زندگی یا اون موقعیت ها و عواملی که انتخاب میکنید براتون انتخاب بشه. سال پیش اگر یادتون باشه یه تریلری از بازی منتشر شد که وی به یک مأموریتی که از یک گنگی به نام وودو بویز قبول میکنه، توی این مأموریت ممکن میشه که این گنگ رو وصل بکنه به شبکه نتواچ یا اینکه قضیه رو به نفع نتواچ تموم کنه. کلی انتخاب مشابه این توی بازی گنجونده شده که شما با انتخاب‌های مختلف که میکنین میتونین بازی رو، داستانش رو پیش ببرین و حالا باید صبر کرد و دید که تا عرضه بازی چه اتفاقاتی توی داستان بازی میتونین شما رقم بزنید برای خودتون. Stout, take it you were the one to call. مأموریت‌های اصلی. مأموریت‌های اصلی یا همون داستان بازی کوتاه‌تر شده نسبت به ویچر 3، اما این دلیل بر این نیستش که بازی محتوای کمتری داشته باشه و شما میتونید توی مدت زمان کمتری به هدف اصلیتون برسید. یعنی اصلا بذارین اینجوری بهتون بگم، شما بازی رو میتونید تموم کنید بدون حتی رفتن یک مأموریت. طراح مأموریت‌های بازی یعنی پاول ساسکو اینطور گفته که داستان مثل تار عنکبوت میمونه. میتونه خط داستان اصلی خودش چندین داستان‌های فرعی به وجود بیاره که باهاشون راه‌های مختلفی رو انتخاب می‌کنید. داستان‌های فرعی این اجازه رو به ما میده که کارهایی رو انجام بدیم که قبلا انجام ندادیم. یعنی حتی این داستان‌های فرعی هم میتونن تأثیر بذارن در داستان اصلی بازی و داستان‌های هر بازیکن فرق کنه. داستان‌های خیابونی. همراه با مأموریت‌های اصلی بازی، بازیکنان میتونن به یه سری مأموریت‌های خیابونی هم برن که میشه جزو مأموریت‌های فرعی حسابشون رو برد و اونا جوری شخصی سازی شدن و کاملا آدم احساس منحصر به فرد بودن بکنه با این مأموریت‌ها. و جالبه بدونید که توی بازی 75 مأموریت خیابونی وجود داره که کاملا با همدیگه متفاوت هستن. گیم آور و مأموریت‌های ناموفق. وی به خاطر تراشه نامیرایی که داره نمیتونه بمیره و این به این معنا نیست که شما توی بازی اتفاقی براتون نمیفته. مردن توی بازی باعث میشه یه گیم آور روی صفحه اسکرین شما ظاهر بشه، ولی خب مهم نیست که یه عملیاتی رو چجوری تموم کردین یا شکست خوردین یا در نهایت چه کسی میمیره. بازی و داستان همچنان ادامه داره. این موضوع هم تو تاییدیه آخر CD Projekt Red اومده که گفتن که اون سبک و سیاق بازی GTA توی این بازی هم انتخاب پذیره، ولی به دلیل انتخاب‌های زیادی که تو دسترس بازیکن‌ها هست اونا صرف نظر می‌کنن و اینکه بعضی از NPC ها غیر قابل کشتن هستن یا نه باید منتظر بمونیم تا انتشار بازی و بفهمیم که چجوری.
چندین پایان. تعجبی نداره برای هیچ کس اگر بگیم بازی چندین پایان مختلف داره بر اساس تعداد گزینه‌ها و مسیرهای زندگی و NPC‌ها و عوامل دیگه. پایان‌های مختلفی وجود داره. اینکه چقدر متفاوت میتونه باشه پایان بازی بر اساس انتخابیه که بازیکن کرده که میتونه نتایج و بخش‌های پایانی متفاوتی رو داشته باشه و این کفایت میکنه که بازی رو میشه بارها و بارها و حتی ماه‌ها و یا سال‌ها تکرارش کرد. Okay. Let's put him down and get this job over. امیدوارم که تونسته باشم که تا یه حدودی کمکتون کرده باشم و اینکه بدونین که قبل از بازی کردن چه اتفاقاتی قراره بیفته و چه چیزایی رو منتظرش باید باشین.